گلگشت برنامه است کاملا مستقل بدون وابستگی به نگرش‌های قومی، سیاسی و دینی. گلگشت کوشش می‌کند دیدگاه‌های گوناگون سیاسی، ادبی، هنری و فرهنگی کارشناسان، نخبگان و فرهیختگان را به شما ارائه دهد. با این امید که فضای گسترده‌تر برای تقابل اندیشه‌ها به دست آید. نگرش‌های متفاوت را برمی‌تابیم، پاکیزگی کلام را پاس می‌داریم و با هم به گلگشت می‌رویم. با صمیمانه‌ترین درودها، حسین حجازی هستم و برنامه امروز گلگشت رو با دو مهمان ارجمند حضورتون تقدیم می‌کنم. در قسمت اول برنامه با یکی از شخصیت‌های برجسته‌ای که سال‌هاست قلم می‌زنند و فعالیت‌های مختلفی رو داشتند صحبت خواهم کرد و در قسمت دوم برنامه با آقای دکتر حسن منصور در لندن گفتگو خواهیم کرد. در صحبت‌های امروز مسئله کشورهای بریکس که تشکیل میشه از کشور برزیل، روسیه، هند، عرض کنم حضورتون که و چین و افریقای جنوبی، سوالاتی رو مطرح خواهم کرد با آقای دکتر منصور و فعالیت‌های اخیر این سازمان و یا این نهاد. در قسمت اول برنامه همونطور که خدمتتون عرض کردم برای اولین بار از طریق این برنامه با آقای دکتر مسعود عسکری خواهیم بود که بدون فوت وقت من سلام میکنم خدمتشون و خوش آمد میگم بهشون که آمدن به راه طولانی رو طی کردن آمدن به استودیوی تلویزیون ایران فردا در لس آنجلس. ازشون خواهش میکنم که چون اولین بار هست که در این برنامه شرکت میکنند یک معرفی کوتاهی رو از خودشون با شما در میون بگذارم و بعد من سوالامو مطرح میکنم. آقای دکتر خوش آمدید. قربون شما. عرض کنم خدمتتون که من سابقه علمیم در فیزیک شیمی هست. من دکترامو در فیزیکال کمیستری گرفتم از آمریکا، دانشگاه آرکانساس، و چندین سال در دانشگاه تهران، اصفهان و سپس دانشگاه تهران تدریس میکردم و تحقیق، و از سال و در بعد از به اصطلاح اتمام کارم در دانشگاه تهران مدیر عامل شرکت تدبیر شیمی بودم در ایران، و بعد از اون به فلوریدا آمدم، چندین سال در فلوریدا، و الانم حدود 8 سال است که به اصطلاح همکاری میکنم با فصلنامه رهاورد و فصلنامه گرامی رهاورد. بله بله، بینندگان عزیز ما با این فصلنامه آشنا هستن، با تلاشی رو که بعد از فوت آقای حسن شهباز، زنده یاد حسن شهباز، همسر گرامیشون با تلاش زیاد و با واقعا کمترین امکانات و البته کمک دوستانی مثل آقای دکتر عسکری ادامه دادن، این کار تا به حال ادامه پیدا کرده و این در واقع فصلنامه بسیار پربار و یک جنگی که مثل مجلات و نشریات معمولی نیست که این رو بخونید و کنار بگذارید. این مجموعه هایی است که سخنوران و صاحب نظران و اندیشمندان و فرهیختگان بسیاری قلم میزنن براش و مطالبی که درش هست میتونه سالهای سال به عنوان رفرنس و مرجع مورد استفاده قرار بگیره. چطور شد شما یک باره یک تغییر جهت اینجوری دادید؟ همطور که فرمودید این فصلنامه حدود 33 سال پیش به وسیله مرحوم حسن شهباز، نویسنده، شاعر، مترجم به نام، تأسیس شد و ایشون حدود 25 سال مشغول این کار بودن تا شماره 65 فصلنامه در حیات ایشون بود. بعد از الان 107 رو مونده. بله بله 107 که الان دارن نشون میدن. عرض کنم بعد از فوت ایشون افرادی که قبلا با ایشون کار میکردن تصمیم گرفتن که دیگه همکاری نکنن. این شد که
مسئولیت به عهده. یعنی جمعی ادهی بله ادهی بودن که خب بله اکثرن و مسئولیت به عهده خانمشون خانم شمس شهباز افتاد و در این موقعیت بود که بنده همکاری رو با خانم شمس برای انتشار شروع کردم. کار اصلی بنده به غیر از مدیر فصلنامه بودن سرپرستی بخشی هست به نام بخش سوم این فصلنامه به نام بخش دین ادب فرهنگ و فلسفه که چون بنده کار تحقیقاتیم و مشغولیات فعلیم در تاریخ و فلسفه است از دیدگاه علمی به خاطر پیشینه علمی که دارم عرض کنم کاری که ما کردیم خب فرق یه مقداری تغییر میکنه. اصلا فرمت فصلنامه عوض شد به جای اینکه بیشتر بپردازن به متون قبلی ادبی و دوباره نویسی میشه گفت ما این فصلنامه رو به حدود 11 بخش تبدیل کردیم و هر بخش هم یه مسئولی داره. عرض کنم کاری که اینجا شد این بود که ما به جای اینکه معمولا چیزی که معمول هست که در مورد مشاهیر و بزرگان ادب و فرهنگ ایران بعد از فوتشون بهشون پرداخته میشه ما یه قسمتی داریم اون قسمت اول به نام درود بر مشاهیری که هستند. چه و این چه اقدام واقعا به جا و شایسته است که همین شماره مثلا فرض کنید به البته این قسمتی هم درود بر مشاهیری که رفتن نیز در اینجا هست که ما بعض موقع تصمیم میگیریم روی جلد آیا به کدوم بخش فرد رو بستگی به اصطلاح نام‌آور بودن و اینها بوده که استاد باستانی پاریزی هستن در این بخش و عکسشون روی جلد هست. آقای دکتر عسکری اگر میشه خیلی سریع اسامی این کسانی رو که الان دارن همکاری میکنن با ماهنامه یا فصلنامه رهاورد بفرمایید. عرض کنم در بخش کاری میشه گفت اونایی که به اصطلاح در کار چاپ تنظیم صفحات اینا همه چیز ادیتینگ ویراستاری و غیره هستند خود خانم شهباز هستند به عنوان سردبیر خانم میترا مفیدی هستند و به عنوان معاون سردبیر بنده هستم به عنوان مدیر آقای دیانی هستند که به اصطلاح اون قسمت بررسی کتاب ها رو کتاب های تازه رو معرفی میکنند و آقای زاره هستن که قسمت تکنولوژی اون نوشته ها رو انجام میدن ولی ما یه هیئت تحریری هم داریم که به اصطلاح هیئت مشاورین هستن که افراد به نامی هستن دکتر آموزگار هستن عرض کنم آقای کدوم دکتر آموزگار سیروس آموزگار هستن بله عرض کنم دکتر همایون کاتوزیان هستن که در آکسفورد هستن خانم رحیمی هستن دانشگاه رحیمی بله اینجا هستن آقای در دانشگاه مریلند نخیر رحیمی در UC Irvine هست هستن فعلا بله. همچنین آقای دکتر تورج دریایی بله هستن که اینجا تشریف دارن اینا هستن و بخش تحریری دیگه حتی این آقای منصور که امروز دکتر منصور که دکتر حسن منصور که مهمان شما هستن جزء هیئت تحریریه ما هستن که مطالب اقتصادی رو همینطور ایشون هستن و افراد دیگری که خب خود من هستم جزء هیئت تحریریه بله دکتر شاهین فاطمی هستن عجب دکتر شاهین فاطمی مرتب به صورت هفتگی در برنامه‌های رادیوی من محبت می‌کردن و واقعا من خودم رو مدیون محبت‌های دکتر فاطمی می‌دونم و مراهمشون و اطلاعات بی‌نهایت بی‌نظیر رو که در اختیار برنامه می‌ذاشتن. از کنم چیزی دیگه که من خواستم اینجا به عنوان چیزی که صورت جدیدی به فصلنامه داده مصاحبه‌هایی است که خود شما انجام خود من و دوستان دیگر انجام میدن
که این مصاحبه ها درش مسائل روز عنوان میشه به جایی که فقط به اصطلاح به متون ادبی مثل قبل پرداخته بشه. این مصاحبه هم فرق میکنه، مثلا همونطور که خودتون میدونید بنده مصاحبه داشتم با آقای دکتر عباس میلانی، بسیار مصاحبه عالی بود و من در موردش هم با شما صحبت کردم. بله بله، که خب و کاری هم که من میکنم، من سعی میکنم حسابی do my homework well. بله. قبل از که مصاحبه بکنم درستمو میخونم. فرض کنید اون خب در مورد کتاب شاه بود که ایشون نوشتن، من یه مصاحبه هم کردم با آقای دکتر کامران وفا. بله که ایشون استاد فیزیک دانشمند دانشگاه هاروارد هستند و هم مدرسه ای ما بودن، الورزی هستن. البته از شما کوچیکترن. بله بله از من کوچیکتر، همه از من کوچیکتر. نه از نظر سنی عرض کنم یه وقت اشتباه نشه، عرض کنم که در مورد استرینگ تیوری باشون من صحبت کردم. من دو سه ماه استرینگ تیوری میخوندم، تئوری ریسمان ها سر در آوردیم. بله خب من چون خودم کارم شیمی فیزیک بود، خب برام طبیعتا ساده بود تر، چون بسیار مسئله پیچیده بود. بله بله، این است که خب مصاحبه خیلی جالبه، دیگران هم انجام دادن، مثلا اخیرا با آقای اسماعیل خویی مصاحبه انجام گرفت به وسیله خانم زندیان. این است که این مصاحبه ها یکی از قسمت های خوب این فصلنامه هست. حالا جالبه که آقای دکتر الان شما بوزید که امیر عزیز گفتش که مثل اینکه اخیرا هم خانم شعله شمس، عرض کنم حضورتون که با آقای میبودی عزیز ما گفتگویی داشتن و هر چقدر که راجع به این نشریه صحبت بشه در رسانه‌های مختلف و این عادت کتابخوانی و خواندن رو ما تلاش بکنیم که ترویج بدیم، کم کار کردیم، برای اینکه واقعا این یکی از اون کمبودهایی است که ما باش روبرو هستیم و باید حتما به این بپردازیم، به این موضوع مهم. و توصیه میکنم که این فصلنامه رو واقعا خودتون ابتدا بفرمایید و ببینید که مطالبی که درش هست و نویسندگانی که قلم میزنن، که آقای دکتر عسکری نام بردن نام عده ایشون رو، چون همه نیستن الان توی هر شماره افراد مختلف قلم میزنن، این رو واقعا توصیه من میکنم که فراموش نکنید. من چون فرصت زیادی نداریم آقای دکتر عسکری، انشالله در فرصتهای دیگری ما با هم دیگه گفتگو خواهیم کرد. شما علاوه بر این کار سنگینی که به عهده دارید و واقعا دست مریزاد باید گفت به شما و به خصوص خانم شمس که با وجود کسالتی که دارن و رنجی که میبرن از کسالت پشت دردشون، واقعا امیدوارم به زودی تمام این مشکلاتشون رفع بشه با امکاناتی که در این مملکت وجود داره، شما میپردازید به کارهای دیگه از جمله این کتاب بسیار خواندنی رو که به رشته تحریر درآوردید تحت عنوان حافظ و ما، و اشاره میکنید به بحران هویت ایرانی و راهکار عرفان عاشقانه حافظ، و همونطور که گفتید مشقتون کردید حسابی وقتی که این کتاب رو نوشتید و تمام بزرگانی رو که راجع به نام بردید به گونه ای از صاحب نظران و فرهیختگانی که در این مورد زحمت کشیدند و قلم زدند، میخواستم ببینم که شما در این کتاب، البته کتاب رو باید دوستان بخوانند تا بتونن تمام جزئیاتش رو واقعا ببینند و اظهار نظر بکنند، ولی از آقای دکتر خواهش بکنم که یک توضیح بدن راجع به محتوای کتاب و نقطه نظری رو که در این کتاب عنوان کردند. بسیار عرض کنم، من در ابتدا بگم که بنده یک حافظ شناس به اون صورت نیست. بله. من کاری که کردم در این کتاب یک استفاده کردم از جهانبینی حافظ برای تخفیف یک مسئله فرهنگی که بیش از 1000 سال دامنگیر
ایران ما بوده. میتونیم بگیم یه سوء تفاهم فرهنگی، یه من بهش میگم تشتت فرهنگی و اونیش بنده عنوان بحران هویت کردم. این است که بنده از جهان بینی حافظ برای تخفیف این بحران هویت استفاده کردم. بحران هویت، منظور من از بحران هویت این است که در مملکت ما توأمن دو فرهنگ در حال به اصطلاح سفارایی بودن در مقابل همدیگه، و یه فرهنگ فرهنگ کهن ایرانی ماست و دیگر فرهنگ وارداتی و عربی اسلامی است. البته بنده در اینجا بر موضع قضاوت نمیشینم که کدوم بهتره کدوم بدتره، ولی این رو فقط عنوان میکنم که در اثر این تقابل فرهنگی، تشتت فرهنگی، یک بستر داغ ایجاد شده که ما جلوگیری کرده از گسترش و پیشرفت مملکت ما. البته حالا جهان بینی حافظ رو هر کسی به طریقی عنوان میکنه که از چیه این جهان بینی. حافظ شناسی تا همین سالها یک روش میشه گفت سنتی داشته که دوستان حافظ شناس می نشستن و ابیات رو با هم مقایسه می کردن. مشکلشون این بود که آیا حالا فرض کنید ما در بیت کشتی نشستگانیم ای باد شورت برخیز هست، یا کشتی شکستگانیم ای باد. این بحث این چه بود. اما در از 60 سال پیش که آقای دکتر محمود هومن استاد فلسفه دانشگاه تهران کتابی نوشتن به نام حافظ چه میگوید، بحث حافظ شناسی دیگه به مسیر دیگه رفت. به مسیر دیگه رفت. یعنی نگاه تعبیرگراهی، اون چیزی که غربی بهش میگیم علم هرمنوتیک، انجام گرفت و افراد دیگری بودن. و نمونه شاخص دیگری کتابی هست که آقای داریش آشوری نوشتن به نام عرفان برندی در شعر حافظ، که ایشون هم نگاه هرمنوتیک کردن به جهان بینی حافظ و چیز برداشت ایشون این بوده که حافظ از دو منبع مختلف، تنها از این دو منبع سرچشمه گرفته افکارش، که کشف الاسرار میبودی هست و مرسال عباد نجم الدین رازی، یا همون نجم الدین دایی، که حالا اونو با دوستان بخونن که منظور چیز، فقط من ذکر میکنم. کاری که بنده کردم این بود که بنده حدود 6-7 سالی که مشغول نوشتن کتاب بودم به این نتیجه رسیدم که بیش از همه اون فکری که تأثیر گذاشتی روی جهان بینی حافظ یا هستی شناسی حافظ بیشتر از شیخ اشراق شهاب الدین سهروردی بود. بله بله. بنده سه مؤلفه مهم رو که در آثار سهروردی هست، عمدتاً در حکمت الاشراق کتاب مهمش، این است که سه مؤلفه داره. یک مؤلفه که بهش میگن مؤلفه ای هست که عرض می نهاد، اثر میذاره روی فلسفه یونان. دیگری اون چیزی هست که ما بهش میگیم حکمت خسروانی، بله، که مربوط به گذشته ایران ما میشه. و بخش سوم هم اون چیزی هست که بهش میگن لطائف قرآنی. این سه قسمت، همین سه قسمت رو شما در دیوان حافظ هم میبینید. صحیح. و به جای این برخلاف عرفای دیگر، البته من حافظ رو یک شاعر عارف میدونم، نه یک عارف شاعر مانند مولوی. و در اشعارش بنده در این کتاب آوردم که چه اشعاری، بله، در بله. مورد حکمت خسروانی هست، چه اشعاری ریشه داره در فرهنگ، در فلسفه یونان، و اون لطائف قرآنی هم که خب درش هست. این است که فکر میکنم یک اون قرینه‌ای که بین حافظ، زندگی حافظ و زندگی امروز ما هست، و ما در بین تمام گذشتگان و شعرا و عرفا هیچ کسی رو مثل حافظ به خودمون مربوط نمیبینیم، آیدنتیفای نمیکنیم به قول معروف. این است که
من فکر کردم که این دیدگاه میتونه در تخفیف این بحران هویت کمک بکنه. آقای دکتر، متاسفانه فرصت ما برای صحبت رو به اتمام، 30 ثانیه بیشتر فرصت نداریم، ولی من از شما خواهش خواهم کرد، کتاب رو من نصف بیشترش رو مطالعه کردم، بی‌نهایت کتاب جالبی است و خواندنی. توصیه میکنم که کتاب رو دوستانی که اینجا هستن میتونن از کتاب فروشی های لس آنجلس، کتاب شرکت کتاب ابتیا بکنن، و دوستانی که در جاهای دیگه هستن، شماره تلفنی هست که سفارش بدن کتاب رو یا اینکه؟ بله، میتونن با بنده تماس بگیرن، تلفن اریا کد 850 228 221 301 850 228 301 که این رو ما روی پرده تلویزیون هم خواهیم دید. خیلی متشکرم از امیر عزیز، خواهش بکنم که این شماره رو روی پرده تلویزیون بگذارن. از آقای دکتر مسعود عسکری بی‌نهایت تشکر میکنم که قدم رنجه کردن آمدن و براشون موفقیت بیشتری آرزو میکنم، و با درود به سرکار خانم شعله شمس و آرزوی بهبود کامل برای ایشون به زودی. بی‌نهایت سپاسگزارم. بینندگان گرامی، همونطور که اعلام کرده بودم در آغاز برنامه، در این قسمت از برنامه این شانس رو دارم که برای اولین بار از طریق برنامه تلویزیونی در خدمت آقای دکتر حسن منصور باشم که معرف حضور بسیاری از شما بینندگان عزیز هستن و نیازی من به معرفی ایشون نمی‌بینم. اگر خودشون لطف کنن و توضیح کوتاهی راجع به فعالیت‌هاشون و کاری رو که انجام میدادن و انجام میدن با شما در میون بذارن، ممنون میشم. حضورشون سلام عرض می‌کنم و تشکر مجدد. آقای دکتر سلام. سلام جناب آقای اجازی و سلام خدمت همه بینندگان عزیز برنامه‌تون. من بازم تشکر میکنم از این که میدونم با تمام گرفتاریاتون امروز این فرصت رو دادید که در خدمتتون باشم برای اولین بار از طریق امواج این تلویزیون که در ایران و سراسر اروپا و در ایالات متحده امریکا پخش میشه، ایران فردا، و بینندگان زیادی داره. آقای دکتر، اگر توضیح بفرمایید راجع به فعالیت‌های کنونیتون که الان چه می‌کنید و چه فعالیت‌هایی رو در دست دارید، ممنون میشم. اگر کوتاه به اون بپردازیم، میتونیم بیشتر بپردازیم به مسئله‌ای رو که قبلا باهاتون مطرح کردم در مورد این بریکس، کشورهایی که در واقع دارن در مقابل IMF و بانک جهانی می‌ایستن و می‌خوان یک نهادی رو به وجود بیارن که در واقع بتونن روی پای خودشون بند باشن از نظر مالی و از نظر مسائل اقتصادی. عرض بکنم قربان که در مورد معرفی خودبنده، من اقتصاد خوندم و در ایران استادیار اقتصاد نفت دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران بودم و بعد در خارج به عنوان استاد مهمان اقتصاد به سوئد دعوت شدم و در مدرسه عالی اقتصاد استکهلم و اکادمی علوم اونجا به سمینار دعوت شدم و اونجا موندم و بعد از اون سالها دیگه 20 سال گذشته عرض کنم در پاریس در مدرسه های عالی اقتصاد پاریس و مدارس آمریکایی پاریس اقتصاد تدریس کردم و بعد به عنوان استاد مهمان در عرض کنم دانشگاه وستمینستر لندن اقتصاد تدریس کردم، اقتصاد و فایننس برای دانشجوهای عرض کنم فوق لیسانس به بالاتر، و اکنون استاد اقتصاد مدرسه عالی آمریکایی در پاریس هستم و تخصصی که در کارم دارم به لحاظ تحصیلی اقتصاد انرژی و نفت، ولی روی اقتصاد و فایننس به طور عام کار کردم. من و بینندگان بی صبرانه منتظر هستیم که راجع به این بریکس که کشورهای برزیل، روسیه، هندوستان و چین و افریقای جنوبی هستند و مخفف اسمشون رو بریکس گذاشتن. ممکنه راجع به این موضوع توضیح بدید؟ و ممنون میشم که اطلاعاتی رو از
جناب عالی بشنویم در این زمینه. بله قربان، این گروه کشورها که ازشون نام بردید جزو کشورهایی هستند که طی 10-15 سال گذشته به کشورهای در حال توسعه عرض کنم پیوستند، یعنی عنوان بازارهای نوظهور رو پیدا کردن و این عنوان رو سال 2001 یه مؤسسه مالی به این گروه داد و این اسم بریکس مخففه عرض کنم بی برای برزیل، آر برای روسیه. آقای دکتر اگر یه کمی دور از میکروفون صحبت بفرمایید چون یه صدای هام میاد، ممکنه اون بهتر بشه. بله بله بهتر، مرسی. عرض کنم این 5 کشور یعنی برزیل، روسیه، هندوستان، چین و آفریقای جنوبی، اینها عرض کنم که خودشون تیگه عرض کنم 13 سال گذشته این نام بریکس رو پیدا کردند، از طریق گلدمن ساکس بود که این اصطلاح رو بهشون این نام رو به اون اطلاق کرد. عرض کنم به لحاظ جمعیت تقریبا 40 چند درصد جمعیت دنیا رو دارن. عرض کنم به لحاظ تولید ملی هم وضعیت خوبی دارن، کشورهای نظیر عرض کنم چین که در واقع دومین تولید ناخالص جهانی رو داره و هندوستان که بیشترین رشد رو در میان اینها داره. عرض کنم در اینجا مجموعه پرتوانی هستند و پر آینده برای اقتصاد. این اندیشه ایجاد یک بانک برای خودشون یا مرکز مالی که بتونه تعاملاتشون اداره کنه یک سال پیش مطرح شد در سال 2013 در آفریقای جنوبی در شهر دوربان که بودند، اونجا این قضیه مطرح شد و امروز چند روز پیش در واقع در 6th گرد همایی این در برزیل به این موضوع پرداختند و عملا این بانک رو یا مؤسسه مالی، نهاد مالی رو عرض کنم تأسیس کردن. این قرار شده که بانکی باشه بین‌المللی و سرمایه اولیه اون 50 میلیارد دلار، قابل افزایش تا 100 میلیارد دلار و یک عرض کنم سرمایه دور موارد اضطرار contingency fund معادل 100 میلیارد دلار دیگر، یعنی در مجموع در نهایت 200 میلیارد مؤسسه ای از کنم تشکیل می شود که در اونجا هر کدوم از این کشورها در اون سرمایه اولیه از کنم نفری هر کشوری 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری میکنه و بعد این contingency fund رو قدم به قدم اضافه میکنم بر حسب نیاز. غرض این است که در اینجا دو قرارداد عرض کنم پهلویی هم امضا کردن، یکی هست برای مبادلات بازرگانی این کشورها کمکی بکنه برای صادرات و واردات اینها و دیگری همکاری بکنه و کمک فنی بکنه برای تشویق نوآوری در این کشورها. عرض کنم قدم مهم و بزرگی است و هدفش این است که در واقع موازی یا رقیب عرض کنم بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بشه که اینها اگر نیازی بود توضیح خدمتتون عرض می‌کنم دو نهاد عرض کنم به بسیار نیرومند از 1944 که در برتن وودز پدید اومدند. برتن وودز که در واقع بعد از جنگ نظام مالی جهانی رو تعریف کرد، در اونجا این بنیاد رو اونا گذاشتند و دو تا مؤسسه‌ای که در برتن وودز شکل گرفت، یکی عبارت بود از IMF صندوق بین‌المللی پول و دیگری بود بانک توسعه که بعدها اسمش شد بانک جهانی. اینا در واقع مؤسسات دنیای غربند و مؤسساتی که در اونجا به لحاظ اینکه بنیانگذار اینها در درجه اول آمریکا بود و بیشترین سهم بانک را هم آمریکا گذاشته، در واقع رئیسش همیشه آمریکایی است بانک جهانی و مرکزشون هم در واشنگتنه. به این ترتیب اینا در طی این 70 سال بارها نقششون از نو تعریف شده، به ویژه بعد از به هم خوردن نظام پولی برتن وودز که در واقع نظام پای طلای جهانی بود از 1971 وقتی پرزیدنت نیکسون این نظام پولی رو عرض کنم دگرگون کرد و دلار آمریکا رو دیگر پشتبندش رو طلا
از کنم تل اجازه نداد که اون باشه، برای اینکه اون نظام به مشکلات فراوانی برخورده بود و گسترش تجارت مجال نمیداد به اینکه در برابر هر دلاری که میچرخه مقداری طلا هم وجود داشته باشه. در نتیجه آقای نیکسون این مسئله رو لغوش کرد، این ارتباط رو. اول از کنم شوکی بود، به حالت بحران در اومد، ولی بعد از اون دنیا عادت کرد به این سیستم که در واقع پولی که در دست داره پشتوانش طلا نیست، بلکه پشتوانش پولهای دیگرن، قابلیت تبدیل به اونهاست، تولید ملی خودشه که از طریق یک بازاری که مواجه و در اینجا نرخ تعویض ها، نرخ تسعیر ها در بازار تعیین می شوند، این مسئله عرض کنم اونجا تعیین بشه برابری پول ها. و این در واقع باز شدن عرض کنم ناف دلار از طلا سبب شده است که چندین و چندین ده برابر عرض کنم گردش پولی در جهان ایجاد بشود، حجم تجارت جهانی به شدت گسترش پیدا بکنه و عرض کنم تمامی پول هم خودشون رو به ازای تولید ملی خودشون تعریف بکنن. به این ترتیب دنیا الان به این مسئله خو کرده است. انتقادهای زیادی هم در کنار این قضیه قطعا وجود داشته و بحرانهایی رو این نظام از سر گذرونده که در این مختصر به اونا نمیشود پرداخت مگر مسئله خاصی باشه. و عرض کنم ملتهای دیگر هر از گاهی به این فکر افتادن که یه چیزی نظیر اینها رو داشته باشن برای خودشون، و این یکی بانک بریکس در واقع از آخرین تلاش‌هایی در این زمینه که عرض کنم از طریق این پنج کشور نوظهور عرض کنم تولد پیدا کرد. آقای دکتر خیلی ممنونم. در این رابطه وقتی که طلا رو جدا کردن به عنوان پشتوانه پولی کشورهای دنیا، یک طلای کاغذی ایجاد شد به اسم SDR، اگه Special Drawing Right اگه اشتباه نکنم اون موقع. میخواستم ببینم آیا اون مکانیزم هنوز پابرجاست یا اینکه اون هم از بین رفت؟ بله از کنم این البته در ارتباط با حذف پشتوانه نبود، بعدها پدید اومد. Special Drawing Rights یا SDR در واقع طلای کاغذی که از اختلاط پول چندین کشور با وزنهای معین پدید اومده، در واقع پولیست که به درد حسابداری میخوره و کشورهای عضو این IMF میتونن این رو بگیرند داشته باشن و حسابشون با اون حفظ بکنن. عرض کنم اون هست ولی هرگز جای پول رو نگرفته در معاملات جهانی، برای حسابداری، برای نگه داشتن حساب ها به کار میره و کشورها میتونن با اون عرض کنم حد وام بگیرن برای خودشون که تبدیل میشود به هر کدوم از پولهای عرض کنم موجودی صندوق به تمامی ارزها، ولی Special Drawing Rights جای دلار رو نگرفت یا جای هیچ پول دیگر نگرفت و دلار به تقریبا تسلط فائق خودش در تمام بازرگانی ها و از ذخیره های جهانی ادامه داده، به طور که هر سال بیش از 50% تجارت جهانی به دلار انجام میگیره و به دلار پرداخت میشه. در نتیجه در بسیاری از معاملات بین المللی دلار نقش پولی رو بازی میکند که با اون ارزش گذاری انجام میگیره، با اون تعدیه حساب ها انجام میگیره. جناب دکتر منصور، من مطلبی رو میخوندم در مورد همین کنفرانس اخیر به اصطلاح کشورهای عضو این نهاد بریکس که گفته شده درش 5 کشور عضو بریکس با 3 تریلیون جمعیت و با حدود مجموعاً بیش از 16 تریلیون دلار امریکایی تولید ناخالص داخلی و مجموعاً 4 تریلیون دلار ذخایر پولی خارجی مثل پولهای دیگر یورو و نظائرون، ین و نظائرون از موقعیت ویژه‌ای برخوردارن و تا سال 2014 کشورهای عضو بریکس 21% قدرت اقتصادی جهان رو به خودشون اختصاص دادن و در واقع 11% مجموعه سرمایه‌گذاری‌هایی که در نقاط مختلف جهان شده این کشورها انجام دادن و طی 5 سال گذشته فعالیت‌های
تجاری بین المللی این کشورها به دو برابر رسیده بین خودشون و نیز داد و ستدهای تجاری بین کشورهای دیگر و کشورهای عضو بریکس باز هم به دو برابر بالغ شده. طرح همکاری‌های استراتژیکی که توسط روسیه برنامه ریزی شده و ارائه شده توسط دانشمندان و اقتصاددانان روسیه میره تا این کشورها رو در آینده نزدیک به یک موقعیت ویژه در جهان اقتصاد تبدیل بکنه. آیا با توجه به این نکاتی که در این مطلب خدمتون عرض کردم امکان داره که ما در آینده‌ای نه چندان دور با ضعف دلار و قدرتمند شدن سایر پول‌های دنیا مثل فرض بفرمایید یورو یا ین روبرو بشیم؟ اول یک توضیح مختصر برای آماری که لطف کردید عرض بکنم. بله. ببینید الان تولید داخلی، شنوندگان عزیز میدونن بین تولید داخلی و تولید ملی عرض کنم تفاوت جزئی وجود داره، که عرض کنم تولید داخلی عبارت از تولید است که امکانات که در داخل کشور هست، در تولید ملی ممکن است اون کشور در خارج هم شرکت های داشته باشه که همشون دارند، تولید اونها هم روش حساب میشه. همینطوری بدهی هایی که یعنی تولید شرکت های دیگر در داخل کشور، مثلا شرکت آلمانی در داخل کشور ما کار میکند، اون تولید داخلی هست ولی تولید ملی نیست. در نتیجه دو تا معموله متفاوت داریم، ولی معمولا تفاوتشون در بین کشورهایی که وزن تجارت خارجیشون زیاد نیست زیاد نخواهد بود. یعنی در مورد ایران توفیر زیادی نمیکنه تولید ملی با تولید داخلی. ما این اثر تولید داخلی رو برای بحثمون برای سادگی بحث همین رو استفاده میکنم عرض کنم. تولید داخلی کشورها امروز در حدود 70 تا 75 تریلیون دلار در سال. بله بله. از این 75 تریلیون دلار در سال حدود 17 تریلیون دلارش مال آمریکاست. درست. اندکی کمتر از این، یعنی حدود 3-14 تریلیون دلارش مال چین. عرض کنم به این ترتیب این کشورها روی هم وقتی سوار میشن حدود عرض کنم تولید ملی آمریکا رو تشکیل میدن و حدود 1/4 تولید داخلی جهان رو تشکیل میدن. قابل توجه هست ولی عرض کنم در حد 1/4 عرض کنم تولید جهانی است. یعنی مجموع اینها تقریبا تولید داخلیشون به اندازه تولید آمریکا خواهد شد و در این دنیای گسترده بزرگ اروپا تقریبا همین معادل آمریکا، بعد ژاپن، بعد کشورهای دیگر عرض کنم که مجموعا 75 تریلیون دلار می شود سالانه. عرض کنم جدا از این مسئله کمی، مسائلی که در داخل اقتصاد ها مطرح هست این مسئله دینامیک بودن اقتصاد ها، عرض کنم جوشان بودن اقتصاد ها، نوآور بودن اقتصاد ها، اونجایی که بیشترین تلاش علمی، بیشترین کشفیات علمی انجام میگیره و اقتصاد ها رو زنده و تکابوگر و پویا نگه میداره، بیشترین اینها در سطح جهانی آمریکاست و بعد در اروپا عرض کنم چین توسعه قابل توجهی کرده ولی هنوز در کشور در زمره کشورهای در حال رشد شمرده می شود و به لحاظ تکنولوژی در خیلی از زمینه‌ها با اقتصادهای بزرگ قابل مقایسه نیست و البته بدون حتی مراوده با این کشورهای بزرگ و کمک این کشورها از نظر انتقال تکنولوژی نمی توانند روی پای خودشون باشن. عرض کنم وانگهی طی این 70 سال گذشته عرض کردم دلار در واقع داستان بسیار بغرنجی را از سر گذرانده، چندین بار به بحران عرض کنم مواجه شده ولی از تمام اینها روی هم رفته پیروز در اومده. یعنی دلار توانسته است با پشتبندی که داره، با یک نظام بسیار نیرومند تجاری و لوجستیک و یک فدرال رزرو، عملا توانسته است که تبدیل بشود به پول جهانی و تمامی پول ها با اون اصلا خودشون رو بسنجن و تمامی تولید ملی ها خودشون رو به دلار اندازه بگیرن.
این مسئله چیزی نیست که به این سادگی جاگزینی پذیر باشه و تا کنون سعی زیادی شده، هیچ چیزی جای این رو نگرفته، نه اینکه نخواهد گرفت و نمیشود، ولی کار به این سادگی نیست. یعنی آن دینامیسمی که در اقتصاد آمریکا بوده و آن نوآوری که در این اقتصاد غرب وجود داره، این مثلا روسیه چیزی برای مقایسه با اینها نداره. همینطور چین علارغم اینکه قدم‌های بزرگی برداشته، در خیلی از زمینه‌ها هنوز کشور عقب مانده است. به این ترتیب اینا قدم‌های اولیه است. در چند ده سال آینده ببینیم که تا کجا موفق میشن، و موفق شدنشون هم البته هیچ عرض کنم صدمه‌ای به هیچ جایی نمیزند، دنیا خودشو به اونا سازگار میکنه. این حجمی که اینها برای این بانک منظور کردن 100 میلیارد و با اون کانتینجنسی فاند 200 میلیارد عرض کنم، ضمن اینکه قابل توجهه، در موارد عرض کنم بحرانی اینا پولهای بزرگی نیستن در سطح جهانی، یعنی نمیتوانن از پس بحرانها بر بیان. شما مرزه بفرمید، فقط لیمن برادرز وقتی که در آمریکا به عنوان شرکت شکست خورد، سرمایهش بسیار بسیار بالاتر از مجموعه این بانک بود و شکست خورد. برای اون عرض کنم نظام بسیار بزرگی که باید بتواند تریلیون ها به میان بیاورد تا بتونه از بحران نجاتش بده و کمک بکنه. به این ترتیب این مسئله در شرایط عادی میتونه کمکی باشه. وانگهی اینا فرض بفرمید که سالانه قرار است که این بانک بریکس حدود 34 میلیارد دلار در مجموع وام بده. 34 میلیارد دلار قابل توجه هست، ولی رقم بزرگی نیست. وانگهی اینا در بین کشورهای خودشون میتوانند پولهای خودشون رو با همدیگه مبادله بکنند، ولی اگر قرار باشه که در این پروژه با جاهای دیگر همکاری بکنن، ناگزیر همین پولم با تبدیل بکنن به دلار. به این نکته دیگه هم توجه بکنیم که این کشورها به لحاظ اورینتیشن، به لحاظ جهتگیری های استراتژیک با هم تفاوت های اساسی دارن. یعنی مثلا چین با داشتن ذخیره قریب 3 تریلیون دلار پول که عموما روی باندهای آمریکایی خوابونده، به هیچ وجه نمیتواند و نمیخواهد بند ناف خودش رو با دلار ببره، و هر گونه نوسانی که دلار در بازار انجام میده یا مبتلا بهش میشه، چینی ها ازش به صورت جدی تأثیر برمیدارن. دنجا اونا منافع این رو ندارن که دلار رو وارد سرازیری بکنن، و به این سادگی هم دلار رو نمیشود وارد سرازیری کرد، به طوری که رقیب بسیار بزرگ و پر از بلند پروازی دلار که عبارت بود از یورو، عملا نشون داد که توان از کارم پولی دلار رو نداره و خود در معرض سردردهای بسیار جدی قرار داره و که امیدواریم بتونه حل بکنه. ولی تفاوت‌های ماهوی و ذاتی بین یورو به عنوان پول و دلار به عنوان پول وجود داره که یورو رو غیر قابل رقابت می‌کنند با دلار. خیلی ممنونم آقای دکتر، شما اشاره کردین به سوال بعدی که من می‌خواستم مطرح کنم خدمتتون. خیلی از کشورها، مخصوصا کشورهای نفتخیز، به علت همون مسائل عرض کنم سیاسی و وضعیتی که داشتن و قدرتی رو که فکر میکردن ازش برخوردار هستن، تصمیم گرفتن در زمانهایی از دلار خودشون رو جدا بکنن، و حتی ایران هم گاهی زمزمه‌ای کردن بعضی از سران جمهوری اسلامی. در یکی دو دقیقه که فرصت داریم برای این قسمت برنامه، ممکنه بفرمایید که طی اون چیزی که گفتید، البته این رو اشاره کردید که قدرت دلار سر جاش هست، واقعا این تلاش ها به جایی رسیده و تونستن این کارو بکنن، یا همونطور که گفتید واقعا دلار، قدرت دلار به گونه‌ای بوده که اونها نتونستن، یعنی یورو نتونسته جانشین دلار بشه در پاره ای از مبادلات بین المللی؟ ملزم بر این قدرت یک پول با قدرت تولید ملیش سنجیده میشه. علت این که دلار نیرومنده مسئله استعماری نیست، مسئله نیست که آمریکا قلاده به گردن دیگران انداخته داره میکشه، مسئله این است که آمریکا
دینامیکترین، پویاترین، زندهترین، پرتبشترین اقتصاد دنیاست و بیشترین رقم تولید ملی رو، یعنی به تنهایی بیش از 1/4 تولید جهانی رو به عمل میاره و این پشت این قضیه در واقع بزرگترین دستگاه تولیدی به لحاظ فنی و مالی در تاریخ بشریت هست که به وجود اومده. یعنی در تاریخ بشریت ما یک چنین امپراتوری اقتصادی نداشتیم که امروز در آمریکا داریم. عرض کنم در نتیجه آمریکا یک سوی قضیه است، از سوی دیگر باید به این نکته توجه بکنیم که منظور از این که از دلار ببریم و بیاویزیم به چیز دیگه چیست؟ غالبا به بهانه های مبارزه با غرب، نمیدونم استقلال طلبی، این حرفا توجیه میشه، این نوع مسائل. ولی واقعا مسئله چیست؟ چه کمکی میکند این مسئله که ما به جای اینکه با دلار معاملات بین المللی من انجام بدیم، مثلا بتونیم با ین انجام بدیم یا با یوان پول چین انجام بدیم؟ ایران به تمام اینا دست زده. عملا وقتی شما تکنولوژیتونو از غرب بیارید و تکنولوژی که از روسیه میارید به جای اون، تکنولوژی بسیار پسمانده و 40-50 سال عقب افتاده تره، در اینجا شما اینکه چه پولی میدید عرض کنم به شما کمکی نمیکنه. شما میتونید روپی هندوستان رو بدید یا روبل روسیه رو بدید، ولی چی میخواید بخرید؟ وقتی میخواید تکنولوژی برتر رو مثلا از سوئیس وارد کنید یا از فرانسه یا از آمریکا یا از انگلیس، اونجا ناگزیرید که به این پولا بپردازید که اینا معمولا دلار و پولهایی که به راحتی قابل تبدیل به دلار عمل میکنن. به این ترتیب پشت این پرده دودی که معمولا با استقلال طلبی از عنوان میکنند، مسائل دیگری وجود دارد که به لحاظ اقتصادی موجه نیستند. آقای دکتر بی‌نهایت سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار من گذاشتید. امیدوارم بتونم در آینده نزدیک مجددا از اطلاعات وسیع جناب عالی و مسائل اقتصادی رو که مطرح می‌فرمایید، من و بینندگان این برنامه برخوردار بشیم و استفاده بکنیم. به شما عصر بخیر میگم و براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. خیلی متشکرم. با تشکر از شما بینندگان عزیز که این شانس رو به من دادید و بیننده این برنامه بودید، و تشکر از مهمانان امروز برنامه و همچنین تشکر مخصوص از امیر درخشان، کارگردان فنی برنامه، از همه شما عزیزان گرامی در هر جایی که دنیا که هستید خداحافظی میکنم و براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. روز و روزگار به شما خوش.